او اولین تشکل هوادار سازمان را در دانشکده بنیانگذاری کرد. سازماندهی اعتراضات دانشجویی علیه رژیم شاه از جمله این فعالیت ها بود. در همین راستا او با دیگر دانشجویان مترقی طرح تنبیه رئیس سواکی دانشکده را به اجرا درآورد. پس از آن محمود و 15 تن از یارانش دستگیر شدند. محاکمه این دانشجویان در شهر ساری به یکی از صحنه‌های افشاگری علیه رژیم شاه تبدیل شد. محمود 1.5 سال را در زندان ساری به سر برد. پس از آزادی از زندان، محمود اقدام به راه اندازی تشکل‌های هوادار سازمان در بابل، بابلسر، قائمشهر، ساری و آمل نمود. این تشکل‌ها در راه اندازی تظاهرات مردمی در جریان انقلاب ضد سلطنتی نقش به سزایی داشتند. محمود به دلیل صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی که از خود نشان می‌داد، از فروردین 58 به عنوان مسئول تشکیلات کل استان مازندران انتخاب شد. محمود در فروردین سال 61 مأموریت یافت تا با استقرار در جنگل‌های مازندران نیروی نظامی مجاهدین در این منطقه را سازماندهی نماید. در اثر سخت کوشی‌های او، عملیات نظامی سازمان در جنگل ضربات سنگینی به نیروهای رژیم وارد آورد. مردم و یارانش او را به یاد میرزا کوچک خان، میرزا محمود خطاب می‌کردند. پس از تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران در خرداد 1366، محمود مهدوی عملیات بسیاری را علیه نیروهای جنگ افروز و سرکوبگر رژیم خمینی فرماندهی کرد. سرانجام در 30 آذر ماه سال 79 فرمانده والا مقام مجاهد قهرمان محمود مهدوی پس از ربع قرن مبارزه بر اثر بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. یاد آن سردار فاتح در دفتر انقلاب و آزادی جاودانه خواهد ماند.